سوم فروردین ماه 1397 خورشیدی و 23 مارس 2018 میلادی. نخستین برنامه صفحه آخر در سال نو، یک بررسی تاریخی، فرهنگی و البته سیاسی است به بهانه انتشار کتاب ایران A Modern History، که نمیدونم تاریخ مدرن یا تاریخ ایران مدرن ترجمهش بکنن. به هر حال درستش رو در ادامه برنامه خواهیم شنید. تو این ماه فروردین البته به بهانه کتاب دیگه هم برنامه امیدوارم بتونیم داشته باشیم، کتاب خاطرات علم و خاطرات مشکوک علم. اینها دو برنامه بهاریه در واقع هست در این فروردین. اینو گفتم که یه وقت فکر نکنه صفحه آخر امسال قراره بشه بررسی کتاب، همچه قراری نیست. همون ساخت و بافت همیشگی رو خواهیم داشت به استثنای این دو برنامه که عرض میکنم. این یه نکته. نکته دوم این که تو برنامه هفته گذشته جا نشد که ما همه ترین هایی رو که انتخاب کرده بودیم خدمتون عرضه کنیم، از جمله مظلوم ترین ها که زلزله زده های استان کرمانشاه در سال 96 بودن و زندانیان، جوانای به ویژه زندانی به قتل رسیده که گفتن خودکشی کردن. خب حالا اونا رو به هر حال جا نشد و این هفته گفتیم به جای تقدیمی فاسدترین قضات جمهوری اسلامی رو معرفی کنیم که بعد هفته پیش معرفی می شدن، رضا صابری و یوسف فیروزی. این دوتا یعنی رضا صابری و یوسف فیروزی، این عکس غلام حسین اسماعیلی که میبینید در کنار رضا صابری، غلام حسین اسماعیلی که میدونید رئیس دادگستری استان تهران است که به فرموده دادستان تهران جعفری دولت آبادی و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و اونها هم به دستور مسئول روابط عمومی بیت رهبر معظم پرونده سعید طوسی رو 2 سال دزدید از شعبه 56 دادگاه تجدید نظر و گذاشت تو کشوش. به هر حال حالا میرسم اینا رو توضیح میدم. این دو قاضی که عرض کردم با وجود اینکه پرونده سعید طوسی بنا به چند دلیل محکم هیچ جای شکی نمیذاره که این آدم ده ها نوجوان رو فریب داده و بهشون تجاوز کرده، ایشون به عنوان معلم قرآن و اون بچه های 9 تا 13 ساله بچه های شاگرد ایشون در آموزش صوت و لحن، به قول محمود صادقی نماینده مجلس آموزش قرآن. باری این دو قاضی یعنی فیروزی و سر و کی بود اون یکی اسمش چی بود، رضا صابری و یوسف فیروزی، با توجه به اینکه شواهد کافی در پرونده وجود داشته است، بارها دیدین گفتیم، میرن برای محکوم شدن سعید طوسی میرن حکم تبرئه‌اش رو امضا میکنن. دلایل محکم که گفتم، من فقط تیتروار بگم ایناست: اعتراف کتبی خود سعید طوسی 2 بار سال 90 و 91، 9 سیدی از گفتگوی ضبط شده تلفنی سعید طوسی با اولیای بچه های قربانی که تو این نوارها به جرمش بارها اعتراف میکنه، شکایت رسمی 3 قربانی شاکی و شهادت 14 شاهد قربانی در دادگاه. اینا همه تو پرونده هست، هم متن اون سیدی ها و هم اقراریه ها. یک بار محکومیت سعید طوسی در همین پرونده به 4 سال زندان هم در پرونده هست و دخالت دفتر رهبر معظم که توضیح دادم براتون نگذاشت که حکم 4 سال اعدام که قاضی حیدری اینو صادر کرده بود اجرا بشود و گفتم 2 سال پرونده دزدیده شده بود به وسیله رئیس کل دادگستری استان تهران آقای غلام حسین اسماعیلی. پرونده تو شعبه 56 دادگاه تجدید نظر بوده از سال 94.
خب دو سال اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران پرونده رو بلوکه میکنه، نمیذاره حکم صادر بشه، اجرا بشه. و بعد از و تو این دادگاه تجدید نظر حکم صادر بشه در واقع. بعد از سر و صدایی که خب رسانه ها کردن، ما کردیم، دیگران کردن، حضرات مسئول حفظ نظام بهمن 96 حکم تبرئه رو دیکته میکنن به رئیس و مستشارهای شعبه 56، یعنی احوارکی و آژیده و رمضانی. این سه نفر حاضر نمیشن حکم قلابی رو امضا کنن، تهدیدشون میکنن، تطمیعشون میکنن. اینا رو بنده به روایت آقا امام عصر آقای خامنه ای عرض میکنم خدمتون، بنده اطلاع دارم که عرض میکنم، جدی عرض میکنم خدمتون که این سه نفر احوارکی، آژیده و رمضانی تهدیدشون میکنن و تطمیعشون میکنن، ولی شرافتشون اجازه نمیده که حکم قلابی رو امضا کنن، حکم دیکته شده تبرئه رو، شعبه 56 دادگاه تجدید نظر. حکم باید قانونن و عقلن در شعبه ای صادر بشه که پرونده بررسی شده دیگه، همون شعبه 56. وقتی این سه تا امضا نمیکنن، حضرات مسئول حکم دیکته شده رو میدن به دو تا قاضی دیگه از دو شعبه بی ربط، اونا هم امضاشون رو میذارن پای حکم دیکته شده، بالای امضاشون هم به دروغ نوشته شده است، دیدین دیگه حکمو نوشته شده مستشاران شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران، دروغ. این دوتا یعنی رضا صابری و یوسف فیروزی اصلا مال شعبه 56 نیستن، رضا صابری مستشار شعبه 41، یوسف فیروزی مستشار شعبه 20، فاسدترین قضات سال 96 که حاضر شدن علارغم اسناد و شواهد کافی که مجرم بودن سعید طوسی رو مسجل میکنه و علارغم اینکه این پرونده تو شعبه دیگه ای بوده و اصلا اینا ربطی به اون پرونده نداشتن، برای حفظ بیزه اسلام اسم و امضاشون رو به دروغ بذارن زیر حکم تبرئه دیکته شده. حالا البته بعدا توی برنامه و وقت مناسب این دو قاضی فاسد و معرفی خواهیم کرد. کتاب تاریخ ایران مدرن رو نشر دانشگاه ییل در آمریکا در 979 صفحه منتشر کرده. من نمیدونم، اگر گرافیک جلد رو نداریم من باید اینجوری بگیرم. خب داریم. کتاب تاریخ سیاسی و فرهنگی 500 سال گذشته است، از زمان آغاز صفویه تا امروز. طبیعتاً تاریخ اجتماعی و زمینه‌های اقتصادی هر تحول اجتماعی سیاسی در کتاب با جزئیات رویدادها هست. خب نمیتونه بدون بررسی زمینه‌های اقتصادی در هر دوره تحولات اجتماعی و سیاسی رو توضیح بده مورخ. ضمن اینکه مورخ در این کتاب با دید انتقادی تاریخ رو روایت کرده. من نمیدونم که الان با آقای دکتر عباس امانت در ارتباط هستیم یا نیستیم. هستیم؟ آقای دکتر عباس امانت صدای بنده رو میشنوید؟ بله بله آقای فلاحتی صدای شما رو میشنوید. درود بر شما، سال نوتون مبارک. سال نو شما مبارک. استاد عباس امانت، استاد تاریخ و مطالعات بین المللی در دانشگاه ییل آمریکا، من یک پوزش از بینندگان عزیز دارم که قرار ما این نبود که برنامه رو تلفنی با استاد امانت برگزار کنیم. دروغ چرا، تقصیر ما هم نیست، این رابطه بدون تصویر و فقط عکس آقای امانت رو میبینیم در ارتباط تلفنی. خب نشد دیگه، به هر حال ببخشید و به هر حال ارزش صحبت های آقای دکتر امانت بی تردید بیش از آن است که نداشتن تصویر متحرک ایشون ما رو
بهره مند نکنه از صحبت‌هایشون. آقای دکتر، من قبل از هر چیزی میخوام ترجمه اسم کتاب به فارسی شما بفرمایید. من نمیدونم چه ترجمه کردین، یعنی ایران A Modern History، آیا تاریخ ایران مدرن ترجمهش کردین؟ یه سوالم اینه. ثانیاً چرا از 500 سال پیش تا امروز، چرا نه از دوره نزدیکتر، با توجه به اینکه این تاریخ 500 ساله رو شما اسمشو گذاشتین تاریخ ایران مدرن، حالا اگه من درست ترجمه بکنم، به هر حال A Modern History، چرا مدرن؟ خواهش میکنم. با سلام به شنوندگان شما، چه متاسفانه تصویر که نیست، و به خود شما ممنونم از این که فرصتی که در مورد این کتاب با هم صحبت کنیم. عنوان این کتاب تا اونجایی که من میتونم در واقع فعلا انتخاب کنم، ایران تاریخ دوران جدید نام کتاب هست، یعنی مادرن رو به عنوان جدید انتخاب کردم، ولی خب البته عنوان کاملا رسایی نیست. در مورد این که چرا این تاریخ برخلاف بسیاری از تاریخ‌های دیگری که در زبان‌های خارجی یا در فارسی نوشته شده، دوران جدید یا مدرن رو از آغاز قرن 20 یا اواخر قرن 19 شروع نمی‌کنه، بلکه به دوران گذشته برمی‌گرده، یعنی به آغاز پیدایش پادشاهی صفویه، دولت صفویه در سال میلادی 1501، یعنی از شروع قرن 16 میلادی 500 سال گذشته ایران رو دنبال میکنه. علت این امر در واقع همین نکته است که غالب مورخین برای بازشناخت تاریخ ایران غالبا به جریاناتی میپردازن که در دوران اخیر واقع شده، مثلا انقلاب مشروطه ایران، حالا یه قدری عقب‌تر بخوان برن به دوران نیمه قرن 19، عصر امیرکبیر یا عصر عباس میرزا در قرن 19، و یا اگر بخوان به دوران جدیدتر بیان از آغاز دوره پهلوی، مدرن رو معمولا در نظر میگیرن. در مورد ولی این باعث میشه که گاهی اوقات اون ریشه های عمیق‌تر که در تاریخ ایران، در شکل‌گیری تاریخ ایران مؤثر بوده، اون سازمان های در واقع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تاریخ ایران نادیده گرفته بشه. بسیاری از مورخینی که در مورد دوره صفوی هم کار میکنن علاقه به دوران جدیدتر ندارن، ولی کوشش من این بوده که یک نوع تداومی رو از این 500 سال گذشته و مضامین اصلی تاریخ ایران در طول این 500 سال گذشته نشون بدم. آقای دکتر امانت، صدای بنده رو میشنوین؟ بله. آقای دکتر، تو کتاب من چند تا پرسش کلیدی در این کتاب 1000 صفحه‌ای، خب خیلی خیلی بحث توش هست و به ویژه من سعی میکنم کوتاه کوتاه سوال کنم که این صحبت تلفنی بیننده ها رو خسته نکنه و شما رو خسته نکنه. در کتاب نوشتید که بعد از صفویه در 500 سال پیش، این دومین باره که حکومت شیعی در ایران مستقر شده، یعنی با جمهوری اسلامی. چه نقاط مشترکی هست بین امپراتوری صفوی با جمهوری اسلامی؟ بله، البته خب اگرچه من صحبت از تداوم کردم، ولی خب بین پیدایش دولت صفویه و پیدایش جمهوری اسلامی حدود 400-500 سال فاصله هست. اینه که این ما بخوایم یه مقایسه خیلی روشنی ازشون بکنیم قدری مشکله، ولی در پاسخ به شما باید گفت در دوران پیش از قرن 20 دستگاه روحانیت، این چیزی که امروزه روحانیت نامیده میشه، دستگاه فقها، دستگاه سازمان دینی ایران، هیچگاه ادعایی بر تسلط یا
پیدایش یک نوع دولت فقهی یا اسلامی نداشت. یعنی هیچ وقت ما نمی‌بینیم که در کسی در از فقهای این دو گذشته هرگز ادعای کرده باشه که باید جای دولت رو بگیره، بلکه در مقابل به عکس بود، یعنی که دستگاه دین و دولت همواره مکمل یکدیگر شناخته می‌شدن و این یک نظریه خیلی قدیمی بود که در ریشه هاش در دوره ساسانی است و در دوره صفوی هم این در واقع تجدید شد به این صورت که دستگاه علما، دستگاه فقها خودشون رو یک جزئی از نظام حاکم میدونستن در مقابل دستگاه دولت یا سلطنت نبودن، در حالی که در نیمه دوم قرن بیستم معمولا از 1960 به اون طرف نظریه حکومت اسلامی پیدا شد و اینکه فقها ولایت خودشون رو بر دستگاه دولت حاکم ببینن. این تفاوت مهم و اصلیه که بین دوره صفوی و دوره حاضر هست و نقاط اشتراکشون بیشتر البته مد نظر من بود. من یه نکتهش رو عرض میکنم خدمتتون که تو کتاب شما تاکید میکنید که ایرانی بودن و شیعه بودن میگین ویژگی هر دو نظام حکومتی است. ببینین شیعه بودن، مذهبی بودنش خب مسجله، هم در دوره صفوی حکومت صفوی حکومت مذهبی شیعی و جمهوری اسلامی، ولی ایرانی بودن به چه معنا؟ صرفا مثلا یک پارچه کردن؟ شما بفرمایید، خواهش میکنم. همون نکته ای که فرمودید، مسئله اینه که با پیدایش دوره صفویه و تسلط این دولتی که در واقع مدعی ساختن یک نظام شیعه در ایران بود، ایران از نظر سیاسی، از نظر سیاسی و اقلیمی یک شکل یک پارچه خیلی مداومی پیدا کرد که قبلا نداشت به این صورت و این همین پدیده است که با تشیع تقویت شده در طول چند صد سال تا به دوران حاضر رسیده. ولی همونطور که گفتم تشیع هیچ وقت قصدی برای حکومت نداشته. حالا شما اگر به دنبال وجوه اشتراک دیگری میگردید، یکی اینه که یک طبقه علمای در دوره صفویه پیدا شد که این مداومت پیدا کرد، این طبقه فقها که در واقع مروج شرع بودند و شرع شیعه رو در طول این 500 سال گذشته تکمیل کردند، ساختند، مداومت بهش دادند و نفوذ اون رو به روی جامعه ایران تشدید کردند. این یک بچه مشارکتیه که ما با دوره حاضر میبینیم. ولی در واقع باز هم آنچه که ما در مورد فقهای گذشته میبینیم شکلی به صورت سیاسی ایدئولوژیکی که امروزه در جامعه ایران میبینیم وجود نداشته. خب حالا ایرانی بودن و اگر به معنای همین که شما فرمودید میگیریم، یعنی یک پارچه کردن ایران به وسیله حکومت صفوی، امروز هم به این معنا که خب این آخوندهای حاکم کلن اصلا سیستم روحانیت شیعه در ایران که حاکم است، اینها روحانیان ایرانی هستن، سیستم ایرانی شیعه ایرانی و شیخ کرکی نیستن که از جبل عامل لبنان اومده باشه و وارداتی باشه. بفرمایید. بله، البته بعد این نکته هم تذکر داد که این مفهومی که ما به عنوان ایرانی در اینجا ازش صحبت میکنیم چیز خیلی وسیعیه. اولا که میشه به عنوان حافظه جمعی ازش صحبت کرد که در جامعه ایران، در فرهنگ ایران سابقه بسیار طولانی داره. من در کتاب مفصلا به این نکته پرداختم. این هویت ایرانی الزاماً شیعه نیست، ولی جزء بزرگ شیعه هست. یعنی که یک اجزاء دیگه هم، یک جنبه های دیگه مهمی هم داره، بالاخره زبان و ادب و فرهنگ و هنر ایران هست، اون یادگار و یادمان گذشته هست درش، اینها هم عناصر ایرانیه، سرزمین و جغرافیایی که ما میشناسیم هست، تداومش هست. شما در نظر بگیرید در این کتابی که از نکات مهمی که بهش پرداخته شده این هستش که کمتر دولتی رو شما میتونید پیدا کنید که در طول یک دوره 500 ساله
از قرن 16 تا قرن 20 مداومت داشته، یک نوع سروری سیاسی داشته و در مقابل اگرچه تضعیف شده، اگرچه در جنگ شکست خورده، اگرچه در داخل گرفتار مشکلات بزرگ داخلی خودش بوده، ولی همواره تداوم خودش رو حفظ کرده. از این نقطه، این نقطه ای که غالبا ایرانیان به توجه زیادی نمی کنن، که این بقای ایران به عنوان سرزمین به خودی خود اصل مهمی است که باید دلایل او و اینکه چه اسبابی بود که باعث شد این باقی بمونه شناخته بشه. ببینید آقای دکتر، چند تا موضوع رو تو فرمایشاتون گفتین، از جمله مسئله فرهنگی، مسئله تو صحبت اولتون درباره همزیستی دین و دولت، درباره دوره ساسانیان، اینا حالا برمیگردم من به این موضوع. همین نکته‌ای که شما الان اشاره کردید، قبل از هر چیزی ببینید مسئله هویت یابی، هویت ایرانی ها، میفرمایید که در کتابم اشاره کردین اینو، که صحبت این است که ببینید صفویه محصول بحران‌ها و جنبش‌های داخلی قرن‌های 13 تا 15 بود و دوران شکل‌گیری امپراتوری‌های بزرگ در همه جهان، همه جهان دوره امپراتوری‌های چه از شرق تا غرب، خب و امپراتوری صفوی هم شکل گرفت. یعنی به این معنا اگر به جبر تاریخ در واقع نگاه بکنیم، اگر فرض بفرمایید شیخ صفی و اردبیلی یا مثلا شاه اسماعیل اول نبود، به هر حال یکی دیگه، یک امپراتوری دیگری در ایران می توانست شکل بگیره با اون شرایط عمومی تاریخی که در جهان وجود داشت. خب جمهوری اسلامی که برای بار دوم در واقع حکومت شیعی رو در ایران با تفاوت‌هایی که شما اشاره فرمودید بعد از 500 سال بنا نهاد، این محصول چه شرایطی است؟ بله، بسیار پرسش مهمی. برای پرداختن به این باید به چند نکته توجه کرد. یکی مسئله طریقی است که در ایران، شیوه است که در ایران ریفورم، یعنی که مدرنیزاسیون در این مفهوم تجدد در ایران شکل گرفته. یعنی ما اگه تصور کنیم از پایان قرن 19، از پایان دوره قاجاریه، دوره انقلاب مشروطه و به ویژه در دوره پهلوی، تجدد به تدریج انحصار قدرت دولت شد و دولت قدرتمندی بود که می توانست یک سلسله اصلاحات رو در داخله ایران ترویج کنه. به ویژه مثلا شما اگه دوره پهلوی اول رو نگاه کنید، این تحولات، یعنی این اصلاحاتی که دولت در واقع مسئول و عامل اصلی انجام اون بود، نظیر آموزش و پرورش، نظیر دستگاه قضایی، نظیر قدرت بروی تقریبا همه سازمان‌های اجتماعی ایران، این به تدریج باعث شد که یک نوع انزوایی برای طبقه فقها در ایران پیدا بشه. که هیچ وقت ما نباید منکر این بشیم که در دوران گذشته، در دوران فرض کنید قاجار یا پیش از قاجار حتی، این طبقه علما یک نوع نیم استقلالی داشتن، به روی دستگاه قضایی ایران یک نوع انحصاری داشتن، البته دستگاه به اصطلاح قانون حقوقی، نظام حقوقی ایران، به روی تعلیم و تربیت از طریق مدارس چیزی جز مدارس وجود نداشت که در اختیار طبقه فقها و مجتهدین بود. اینها در طول دوره بعد از مشروطه و دوره پهلوی تماما از اختیار دستگاه علما بیرون اومد. نه دیگر مدارس اون نفوذی داشتن که تعلیم و تربیت جدید و پیدایش طبقه متوسط سکولار در ایران اون نفوذ و قدرت رو داشت، نه دستگاه قضایی دیگه در اختیارشون بود، نه اوقاف حتی به اون صورت که در گذشته
در اختیار طبقه علما بود، در اختیارشون باقی موند. پس به این ترتیب حتی در مساجد و منابر هم اونطور که در گذشته نفوذ به روی جامعه ایران داشتن، اون نفوذشون به تدریج کاسته شد. از این نرفت ولی کاسته شد. خب این بعض اسباب این شد که به تدریج اون منزلت اجتماعی رو که داشتن از دست دادن و به طوری منزوی شدن و دوباره بازگشتن به مدارس، به کلی از بین نرفتن. خب این که ما میبینیم در دوره پهلوی معمم مکلا میشه، یعنی که تغییر لباس میده، طرز دیدگاهش در جامعه عوض میشه، فرزندانش میان تعلیم و تربیت جدید میگیرن و اصولا دیگه اون طبقه گذشته علما نیستن، ولی یه عده باقی میمونن. اینها به تدریج در طول قرن بیستم به جانب یک نوعی دستگاه مخالف دولت که دیگر اون تئوری دین و دولت گذشته نبود که مکمل یک دیگر بودن، بلکه این دستگاه فقها به تدریج به عنوان یک جامعه مخالف با دولت در اومد، به ویژه بعد از دوره آیت الله بروجردی به بعد. خب ظهور در واقع آیت الله خمینی نماینده این طرز تحولی بود که در داخل این جامعه پیدا شد، در داخل این طبقه پیدا شد. خب این یک عنصر مهم برای این بود که چطور یک جمهوری اسلامی شکل گرفت. دومی که به تدریج آراء مخالف دولت رو از دستگاه‌های دیگر، از ایدئولوژی‌های دیگر به داخل خودش جذب کرد. غرب‌زدگی رو جذب کرد، مسئله جهان سومی رو به خودش جذب کرد، تئوری‌های چپ رو به خودش جذب کرد و یک نوع ایدئولوژی اسلامی مبارزه‌جو تندرو ساخت. و بعد هم به تدریج توانست پایه‌های اجتماعی خودش رو تقویت بکنه در داخل جامعه ایران، از جمله به خاطر اینکه بعد از اون دوره اصلاحات ارضی و انقلاب سفید ما یک در واقع میشه گفت یک انقلاب جمعیتی رو در ایران شاهد بودیم که یک جمعیت بزرگی که در واقع از روستاها به شهرها آمدن در سالهای 1960 اواخر 1960 و اوائل 1970 یک جمعیت حاشیه نشین بزرگی در شهرها ساخت که اینها به تدریج جذب دستگاه، جذب این طبقه علمای تندرو شدند و این هم بهشون یک پایه اجتماعی قوی داد که تونستن در 1979 در انقلاب، دوره انقلاب، به تدریج تمام رقبای دیگر رو کنار بزنن و خودشون در وسط باقی مونن. این نوع جامعه حکومت اسلامی به کلی پدیده متفاوتی بود با اون که در قرن 16 هم در دوره صفویه پیدا شد یا در دوره قاجاریه حتی باقی بود. ببینید آقای دکتر امانت، نکته ای رو شما اشاره کردید در همین آخر، یعنی اینکه درسته که این برای دومین بار حکومت شیعی در ایران شکل میگیره، ولی این نوع به کلی متفاوتی بود نسبت به آنچه که در قرن 16 و 17 حکومت صفوی به وجود آمد، یا حتی در دوره قاجاریه. خب هیچ ناصرالدین شاه شما اگه بهش میگفتید میگفت من پادشاه اسلامم، یعنی خودش رو نماینده یه نوعی دولت اسلامی میدونه. خب این اون دولت خیلی متفاوت بود، این تفاوت نقش فقها هم بود دیگه. فقها همونطور که فرمودید بله، در واقع ناظر و حافظ سلطنت بودن. البته شما اگر هر متن فقهی مهمی رو در قرن 19 هم بخونید، هم ابتدای کار همین ملا احمد نراقی که آیت الله خمینی در ولایت فقیه انقدرش بله ارجاع داده، در همه آثارش در ابتدای کار در ستایش از فتحعلی‌شاه در ابتدای کار همیشه میگه که در عهد پادشاه اسلام فتحعلی‌شاه داره، این هیچ وقت مخالفش نبود. بله. ببینید خب
در پیوند با همین موضوع و بعد تحولاتی که شما در دوره پهلوی اول و پهلوی دوم اشاره فرمودید، یک نکته مهمی اینجا است. خب در همون دوره، یعنی در دوره پهلوی، نکته مهمی هم در کتاب اشاره کردین، همینی که میخوام عرض بکنم که در صفحه آخر صفحه 910 کتابتون هست، که اشاره میکنیم به دستگاه قضایی که در ایران قرن بیستم هرگز خط شفافی شریعت اسلامی رو از نظام حقوقی ایران تفکیک نکرد و از قانون، نه در انقلاب مشروطه و نه در دوره پهلوی. خب چرا چنین بود؟ خب به خاطر اینکه ما نباید هرگز منکر این مسئله بشیم که نفوذ دستگاه شریعت در ایران خیلی قوی و عمیق، به همون دلیلی که عرض کردم که 500 سال سابقه داشته اگر نه بیشتر. پس نمیشد به راحتی منکر وجودش شد. در دوره انقلاب مشروطه به عنوان مثال به شما بگم، در دوره انقلاب مشروطه، انقلابیون دوره مشروطه، مشروطه خواهان خیلی کوشیدن که نظام سکولار بسازن، این وجه جدایی بین دین و دولت رو مشخص بکنن، ولی حتی اونجا هم موفق نبودن به خاطر اینکه مجبور بودن یک پایه های از شریعت اسلام رو در داخل دست کنن. نمیشد به کل کاملا سکولار بشه، به خاطر اینکه شما حتی اگه تصور کنید همسایه ایران یعنی دولت ترکیه که در واقع شدیدترین و عمیق‌ترین تحول اصلاحات داخلی رو در دوره آتاتورک انجام داد و اصولا هیچ نوع توجه به شریعت در مورد شکل گیری دستگاه قضایی ترکیه نکرد، معذلک هنوز جامعه ترکیه در دوره حاضر ما، در دوره ما هنوز دوباره بازگشتی به مفاهیم اسلامی داره و داره دوباره یک جریان اسلامی رو طی میکنه. یعنی به این ترتیب جامعه به راحتی نمیتونست این پدیده رو، اعم از اینکه خوب یا بد بود، منکر بشه یا اون رو به کلی کنار بذاره، به خاطر اینکه هم نه تنها طبقه فقها قوی بودن، بلکه به خاطر اینکه عامه مردم ایران هم اون مسائل شرعی رو میخواستن به شکل ارجی بنهن. آقای دکتر، ولی خب ایران، ولی توجه این نکته رو عرض کنم، ولی ایران اتفاقا زیاد، شما اگه به قانون حقوقی و جزایی دوره پهلوی نگاه کنید، این تلفیق رو خیلی خوب انجام داده. یعنی یکی از بهترین نمونه های تلفیق بین یک نظام سکولار و یک سابقه شرعی مذهبی هست. البته خب در مورد مسئله زنان، در مورد مسئله اقلیت ها، در مورد مسائل حقوق فردی هنوز خیلی نکات ضعف درش وجود داره، ولی معذرت بوده این مسئله. ارث و مالکیت و همه قانون مدنی ایران در واقع شاید بشود گفت همش قوانین شرع اسلامه، قانون مدنی که زمان پهلوی هم درسته کاملا. همون مسئله ذکور و اناث بین زن و مرد، اختلافی که هست، همه اینها درسته، برای اینکه اون اصول شرعی درش در نظر گرفته شده. یعنی که ببینید، ما باید تصور بکنیم که همه جامعه های دنیا یک راه مشترک به سوی تجدد ندارن، نمیتوانند به یک سو، یعنی ما نباید انتظار داشته باشیم که تجدد در ایران به شکل تجدد در ژاپن یا تجدد در سوئیس یا تجدد در ایالات متحده. آقای دکتر، همین در همین پیوند میخواستم ازتون بپرسم، آیا این سخن منسوب به کسروی که گفته بود ایرانیان یه حکومت با آخوندا بدهکارن، یعنی این بدهیشون رو به هر حال باید بپردازن، با این موافقین شما با توجه به توضیحی که فرمودید؟ به یه صورتی از نقطه نظر تاریخی میشه گفت درسته، به خاطر اینکه ما اگر به سیر 500 ساله تاریخ تشیع در ایران نگاه کنیم، میبینیم که این شکلگیری به جانب قدرت تدریجا پیدا شده. یعنی شیعه هیچ وقت نتونسته مسئله قدرت سیاسی رو به کلی حل کنه. چرا؟
به خاطر اینکه در بطن در اساس یک دین مسیحایی است، یک دینیه که همواره در دنبال یک منجی، دین مهدوی است، همیشه به دنبال یک مهدی است که باید بیاد و حکومت عدل رو در جهان مستقر بکنه. شما که این نکته خود 15 شعبان میبینید که همیشه اعلی حضرت مهدی باید ظهور کنه. خب این یعنی چی؟ یعنی این که یک فکریه که دائما به جانب ساختن یک نوع قدرت سیاسی تمایل داشته. البته بیشتر این تمایل به دستگاه فقها ربطی نداشته، به نهضت‌های مهدوی بیشتر ربط داشته که فقها زیاد طرفدارش نبودن هرگز. ولی در قرن بیستم اون در واقع ادعای به جانب قدرت از نهضت‌های مهدوی به دستگاه فقها منتقل شد. ببینید آقای دکتر، اگر ما اینجوری نگاه بکنیم، آیا می شود گفت که با توجه به اینکه در کتاب هم شما اشاره کردین که ساختار برآمده از همزیستی دین و دولت از زمان ساسانیان در قلب ایرانیا بوده شما فرمودین، که خب بعد میاد تا در صفویه اون حکومت به صورت حکومت شیعی متجلی میشه؟ بله. ببینید یک سوالی من وقتی این قسمت رو میخوندم، این سوال برام پیش آمد که گفتم خدمتتون مطرح بکنم، که تا قبل از اینکه صفویه، اصولا صفویه با شمشیر در واقع مردم رو شیعه کرد، این روشنه، یعنی از هر من از شمس از به قول علما در تاریخ، که درسته که جنبش های کوچک شیعی بودن به عنوان در واقع جنبش های مقاومت در برابر خلفای عباسی، خلفای عرب، ولی قبل از اون لااقل می توانیم بگوییم اکثریت قریب به اتفاق جمعیت ایران سنی بودن اصلا، و با صفویه، با شمشیر صفویه و با خونریزی های بسیار زیاد اسماعیل اول شیعه میشن اینها به زور. و آیا در همون دوره‌ای که سنی هم بودن، سوالم اینه، قبل از صفویه رویای همزیستی دین و دولت در قلب ایرانیان بود، یا این با صفویه تبلور پیدا کرد و جاری شد تو جامعه؟ خب البته چند نکته اینجا هست. یکی از این آخری نگی شروع کنیم، باید متوجه بود که قبل از پیدایش دولت صفویه اصولا ما به یک ایرانی که بهش بگیم یک سرزمین سیاسیه قرنها بود وجود نداشت. یعنی ما نمیتونیم میتونیم در بگیم اینجا سرزمین ایرانه، ولی نمیتونیم از یک در واقع هویت سیاسی براش تعیین بکنیم. اون با شروع عصر اسلامی از بین رفت، دوره خلافت پیدا شد و بعدها هم تمام اون سلسله هایی که در قرون پیش از جدید وجود داشتن، هیچ کدام با یک نوع در واقع میشه گفت پیوند سرزمینی نداشتن. این پیوند سرزمینی فقط در دوره صفوی پیدا شد، یعنی دولت علیه ایران پیدا شد، یا ممالک معروسه ایران در واقع پیدا شد. خب این یک نکته است. نکته دوم این که خب در گذشته جامعه های شیعه در ایران وجود داشتن، در سبزوار، در لاهیجان، در کاشان، در اطراف اصفهان جامعه های بودن که اینها همیشه سابقه داشتن و اکثریت هم درسته تسنن بوده، ولی در واقع هر آن چقدر که خون ریزی و فشار در تحول در شکلگیری ایران شیعه پیدا شد در دوره صفویه، البته اینم باید در نظر داشته باشید این یه امر فوری نبود، یعنی در عصر شاه اسماعیل بالاخره فقط دولت بود که ادعای سلطنت شیعه میکرد و به تمام سرزمین های متفاوت ایرانی گرفت و ایران یک بار چی کرد، ولی 200 سال طول کشید تا ایران واقعا شیعه شد. توجه میکنید؟ بعد هم باید گفتش که این یک پدیده خیلی غیر عادی نبود، یعنی در دوران پیش مدرن که ما بهش میگیم دوران امپراتوری های بزرگ،
اکثر این امپراتوری های بزرگ یک نوع ایدئولوژی مذهبی با خودشون همراه داشتن. مثلا شما دولت هابسبورگ رو در اسپانیا در نظر بگیرید که اون هم به همین صورت اون آیین کاتولیک رو در سرزمین اسپانیا مستقر کرد، یا در انگلستان با پیدایش هنری هشتم و دولتی که خودش مدعی بود که مظهر و مستر کلیسای انگلستان هست. خب یا در عثمانی شکل... بله خب همزمان هم بودن اینا، بله همه اینها داشتن، هم... یعنی همه نه بیشتر داشتن. پس در واقع ما مدیوم، اگرچه با فشار و زور بود، اگرچه با پیدایش تشیع به عنوان یک اساس واقعی بود، ولی در واقع یک پارچگی و شکلی آنچه که ما ایران میشناسیم مدیون این دوره است. خب ببینید آقای دکتر، ما 200 سال داشتیم در موقع حمله اعراب مسلمان به ایران، حدوداً که ایرانی ها بالاخره با مقاومت های بسیار یا هر چیزی مسلمان شدن، یعنی این کشوری که مسلمان شدن، به هر حال این محدوده سرزمینی ایران، و بعد 200 سال هم به فرمایش شما در دوره صفویه طول کشید تا مسلمانانی که به زور، یعنی ایرانیانی که به زور مسلمان شده بودن، به زور شیعه بشن. یعنی درونی کردن شیعه رو. بله. و چگونه است، همین دقیقاً سوالم اینه، چگونه است که وقتی که امروز نگاه میکنیم میبینیم که تمام آنچه که از شیعه به عنوان دین آخر زمانی در واقع ما نگاه میکنیم که متعلق به اسلام در زمان صدر اسلام هم نیست، همینطور که متعلق به باورهای کشورهای مسلمان غیر شیعه غیر ایران هم نیست، غیر شیعه در واقع، چگونه میشود که اینجوری در جان مردم یک سرزمین نفوذ میکنه، چنان که حتی روز به روز خرافات جدید بنابر با تکیه بر باورهای شیعه 12 امامی هم ساخته میشود. از جمله یکی از اینایی که میخوام بهش اشاره بکنم، ببینین هویت ایرونیا، سوالم دقیقا اینه، این مقدمه رو که عرض کردم اینه که آیا میشود گفت که ایرانی ها نسبت به هویت خودشون و هویت دیگران آگاهی دارن؟ یعنی مخصوصا امروز ما مثلا دشمنی که از آقای خامنه ای میشنویم، این بیگانه ستیزی در واقع، آیا این ناشی از آگاهی به هویت خود و آگاهی به هویت بیگانه است یا چیه واقعا؟ خب از پرسش دوم اگه شروع کنیم، نکته دوم که شما فرمودید اگر شروع کنیم، این هستش که ایران به خاطر وضعیت سقوط جیشی، یعنی استراتژیکی که داشته، موقعیت جغرافیایی که داشته، همواره مواجه با قدرت‌های بزرگی در مجاورت خودش بوده و این در واقع جدایی بین خود و بیگانه در نهادین شده در فرهنگ سیاسی ایران. شما اگه مراجعه کنید حتی در خود شاهنامه، افسانه های اصلی، یعنی اساطیر بزرگ یاد حافظه جمعی ایرانیان، این مفهوم ایران در مقابل ان ایران خیلی اساسی است، یعنی که ایران خودش رو همیشه به عنوان هویت مشخصی مجزا از سرزمین های همسایی خودش میدونسته که به اونها میگفته ان ایران، که میدونید ا اینجا در زبان پهلوی به معنی پیشوند نفیه، یعنی ایرانی هست و ان ایرانی هست، یعنی غیر ایران، یعنی نا ایران هست. خب این چطور، این به چیه هم ربطی نداره، خیلی خیلی عمیق‌تره. پس این همیشه در فرهنگ سیاسی ایران وجود داشته، در دوران صفویه و در دوران قاجاریه و در دوران جدید این مقابله بین ایران و ان ایران یا بیگانه و خیش تقویت شده. چرا؟ به خاطر اینکه ایران در دوره صفویه مواجه بوده با یک قدرت سنی بزرگ، به مراتب قوی تر از خودش، به مراتب ثروتمندتر از خودش، یعنی دولت عثمانی، بزرگترین قدرت نظامی جهان در قرن 16 و 17 و اوایل قرن 18
دقیقاً 16 و 17 دولت عثمانی بوده، ایران ضعیف‌تر بوده، قدرت اقتصادی ضعیف‌تر بوده، ولی در مقابلش دوام کرده، شکست خورده، سرزمیناش بارها اشغال شده، ولی با این حال دوام کرده در مقابلش. یکی پس این ایران ان ایران قوی بوده. قرن 19 پیدایش امپراتوری روسیه در شمال ایران و امپراتوری استعماری انگلستان، هند انگلستان در جنوب ایران و در خلیج فارس، باز هم این ایران و ان ایران رو تشویق کرده، خود بیگانه رو تشویق کرده. یعنی همیشه عاملی بوده که تهدید از تهدید نظامی یا تهدید سیاسی از خارجه ایرانی ها رو بیشتر به هویت خودشون واقف کرده، آگاه کرده. این یه فرصتیه. دوم اینکه چرا دین مهدوی انقدر قوی است در ایران و چرا ایرانی ها انقدر از این استقبال میکنن که شما فرمودی، اون هم یه نکته خیلی مهمیه. شما اگر به دین پیش از اسلام ایران نگاه کنی، یعنی دین زرتشتی، در اصل و در بطنش آن هم یک دین مهدوی است، یک دین رستاخیزی است، یک دین آخرالزمانی است. مفهوم آخرالزمان در زرتشتی خیلی قویه و بعد هم در جریانات دیگری که در دوره پیش از اسلام واقع شده خیلی قویه. نهضت مانوی همینطور یک نهضتی که مفهوم آخرالزمانی درش خیلی قویه. پس به این ترتیب در ایران این مفهوم وجود داشته، شیعه این رو تشویق کرده و شیعه ایرانی اینو بازسازی کرده، این مفهوم رستاخیزی رو. یعنی ما در واقع در شیعه علت این که جذابیتی برای ایرانی ها داره، یکی به دلیل این هستش که یک دین رستاخیزیه، یعنی همیشه در طلب یک آینده بهتری است و به این ترتیب دین جذابتریه از بسیاری از جهات. شما خرافات بهش نسبت میدید، شما بهش میگید که یک دینیه که دنبال چیزای غیر واقعی میگرده، ولی در این حال یه دین یک دراماتیک جذابیه که با مفهوم شهادت هم پیوند خیلی قوی داره. یعنی رستاخیز با شهادت خیلی پیوند قوی داره. به خاطر اینه که ایران در طول این دوره طولانی این مسائل مربوط به عزاداری محرم و در داستان کربلا و شهادت امام حسین اینقدر در نزد ایرانیان مهمه، به خاطر اینکه این هم با اون داستان رستاخیزی پیونده. آقای دکتر، ما یک دو دقیقه بیشتر وقت نداریم، من سریع ازتون این سوال بکنم که برمیگرده به قسمت نخست پاسخ شما در مورد هویت ایرانی ها. فرمودین که این مقاومت در برابر یا احساس مقاومت در برابر بیگانگان همیشه به هویت یابی داخلی خود ایرانی ها منجر شده، به تقویت این هویتشون. خب اگر بنابر این باشد که دشمنان فرضی تولید بکنن، یعنی همون دسیسه پنداری خاص ایرانی که همیشه فلانی داره برای من میزنه، فلان گروه داره برای اون گروه میزنه، چه در نظام حاکم، چه در میان اپوزیسیون، چه در بین افراد ایرانی، حتی ایرانی خودشون هر جایی که هستن، آیا این دسیسه پنداری هم مربوط می شود به همون هویت یابی در واقع؟ بله، متاسفانه باید عرض کنم که این نکته که شما فرمودید یکی از وجوه یا عوارض همین مسئله خود بیگانه هست. یعنی که ایرانیان به صورتی برای تقویت این هویت و به خاطر تجربه تاریخی که داشتن، به ویژه در قرن 20، این دسیسه پنداری درشون تقویت شده. بالاخره ما نباید فراموش کنیم ایران انقلابش مشروطه در واقع توقفش در پایان در سال 1911-1912، مسئله اشغال ایران در جنگ اول، مسئله برکنار شدن رضا شاه در دوره جنگ دوم، اشغال ایران در جنگ دوم، مسئله دوران نهضت ملی نفت و شکست ایران و کودتای 1953، تمام اینها یک عنصر خارجی درش دست داشت و این تقویت کرد این فکر دسیسه پنداری رو در ایران. و البته در دوره حاضر خب یه وسیله اسلحه خوبی در دست ارباب قدرت هست که همه رو به دیگری نسبت بدن و خودشون رو به کلی در این مورد
مبرا بشناسن. ولی خب بله، این پیوند متاسفانه میشه گفت یکی از وجوه بیماری های در واقع فکر اندیشه هویت و اندیشه ایرانی هست. بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر امانت، استاد تاریخ در دانشگاه ییل، آقای دکتر این کتاب ایران، اون موقع که صحبت میکردین من گوشیم صداتون رو نمیشنید، اول که فرمودین، چه ترجمه میکنید خودتون ایران ام مادرن هیستوری رو؟ ایران تاریخ دوران جدید. بسیار. این البته یا میشه گفت تاریخ دوران نوین، هنوز در واقع عنوان خیلی مشخص فارسی من برای این در نظر نگرفتم، ولی یه چیزی نظیر این خواهد بود. البته یه نکته دیگه هم به شما بگم در پایان کار، صحبت ما بیشتر به مسئله دین و دولت پرداخت، برای اینکه خب البته این مورد نظر شما و برنامه شماست، ولی خب این کتاب من وجوه بسیار دیگری رو در تاریخ ایران بهش پرداخته، جنبه های اقتصادی، جنبه های فرهنگی و هنری ایران، شکلگیری ایران از نظر یک جامعه جدید، اینها هم وجوه دیگری که در این کتابش مفصل ما امیدواریم که آقای دکتر در فرصتی بهتر تصویر زنده شما رو داشته باشیم و درباره این کتاب صحبت و درباره مفاهیم این کتاب، در واقع موضوعهای مطرح در این کتاب صحبت بکنیم. بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر. من هم سپاسگزارم از این فرصت. خب بریم پرده آخر. از کسانی که هم بعد از ظهور آقا از آسمان تشریف میارن عیسی ابن مریم هستن که بیعت با ایشون میکنن و تمام 313 نفر کجا تشریف میارن؟ حضرت عیسی مسیح هم کنار کعبه، کنار کعبه تشریف میارن. ببینید یعنی معراج، از معراج که برمیگردن حضرت عیسی هم کنار کعبه اونجا ملاقات دارن که با هم بر از میان به ملحق میشن. به شروع شده دیگه کار ایشون، چون قبلش روز قبلش امام عصر به صورت ناشناس داخل کعبه میشه، صبح روز ظهور درو باز میکنه بیاد. الله بل تمام 313 تا همون شبونه خدا دور کعبه جمع کردن، نمیشناسن هم دیگه رو چون از جاهای مختلف دنیا اومدن، خودشون هم خبر ندارن فردای اون روز. بله آقا میان دو بعد الله، حتی وسایل نظامی اون زمان هم از آسمان به اسمشون میاد و کارها از اونجا شروع میشه. شب و روزگار خوش.